ساعتی پیش با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل از واشنگتن گفتگوی داشتم و از او پرسیدم به نظر شما آیا چشم‌انداز مثبتی نسبت به تغییر سیاست‌های دولت چین در قبال مسلمانان وجود دارد؟ با هم پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. ضمن عرض سلام و درود خدمت شما و برنامه خوبی که در این رابطه اختصاص دادید، خدمت شما عرض بکنم. سوالی که فرمودید سوال بسیار خوبی هست و قاعدتا باید ما یک بخش از مقررات حقوق بین‌الملل رو در رابطه با پاسخی که به طور منطقی میشه به سوال شما داد اونجا در واقع بهش اشاره بکنیم. از نظر حقوق بین‌الملل کشورها یک تعهد الزام آور نسبت به رعایت حقوق تمام شهروندان به ویژه اقلیت‌هایی دارند که در درون سرزمینشون فرقی نمی‌کنه در درون حکومت صاحب نقش باشند یا نباشند، این کشورها در واقع این تعهد رو پذیرفتن و در نظام حقوق بین‌الملل این تثبیت شده است. این میتونه شامل آزادی‌های مختلفی برای اقلیت‌ها باشه، چه به لحاظ نژادی، زبانی، مذهبی و سایر موارد. بنابراین دولت چین هر اقدامی که انجام میده نمیتونه اون رو محدود بکنه به حاکمیت ملی و سرزمینی خودش. طبیعتاً فشارهای بین‌المللی، من قبلا هم بهش اشاره کردم، باید از حالت بیانیه نویسی و قطعنامه صادر کردن از طرف سازمان ملل به یک ابزارهای اجرایی مجهز باشه که بتونه این حقوق رو پیگیری بکنه. مطلب بعدی در رابطه با نکاتی بود که شما در اخبار به خوبی اشاره کردید، تغییر نام روستاها یا هر اتفاقی که مبنی بر تضییع حقوق مسلمانان اویغور توسط دولت چین انجام میشه، از جمله کشتار مردم، دستگیری های بدون دلیل، کوچ اجباری، فشارهایی که بر خانواده ها اتفاق میفته. بنابراین باید این رو در نظر بگیریم که دو نگاه و دو هدف گذاری در ذهن رهبران چین وجود داره. یکی تحریف مسیر تاریخ هست برای مسلمان های اویغور که در این کشور سالیان سال هست زندگی میکنن، ریشه دارن، فرهنگ و تمدن خودشون رو تونستن معرفی بکنن. مطلب بعدی در رابطه با حذف تدریجی فرهنگ اقلیت هاست، یعنی فرهنگ اقلیت ها همون چیزی که در اصل حقوق بین‌الملل هم بهش اشاره کردم یک تعهد الزام آور هست و کشورها نمیتونن نسبت به فرهنگ اقلیت ها اعمال فشار بکنن یا سیاست های متفاوت از خواست اونها رو پیگیری بکنن. به همین دلیل من گمان نمی کنم که دولت چین این سیاست رو تغییر بده مگر اینکه اقداماتی صورت بپذیره، از جمله نزدیک شدن فعالیت گروه های حقوق بشری و یا به عبارتی همسانسازی یا همسوسازی فعالیت اونها در عرصه بین‌المللی که بتونن تمام حوادث و مربوط به جنایت علیه بشریت که توسط دولت چین علیه مسلمان ها انجام میشه رو بتونن آگاهی سازی بین‌المللی بکنن. این میتونه در قالب تهیه فیلم باشه، فیلم و مستند، میتونه در قالب تهیه بروشور، کاتالوگ یا برگزاری سمینارها و کنفرانس ها باشه که انعکاس بیشتری داشته باشه. فقط اعتراض به سازمان ملل یا سازمانهای حقوق بشری توسط فعالین سیاسی نمیتونه موجب تغییرات، ایجاد تغییرات در دولت چین باشه به لحاظ رفتاری. فکر میکنم که یک بخش این هستش که باید در این رابطه انجام بشه. نکته دوم تقویت ابزارهای اجرایی هست در سازمان ملل. خود سازمان ملل باید از مکانیزم توصیه‌ای که معمولا در برخی از روابط یا ضوابط سازمان ملل وجود داره از اون لاک باید خارج بشه، از اون فضا باید خارج بشه و نمیشه نقش توصیه ای رو نسبت به مسائل حقوق بشری همواره دنبال کرد. طبیعتاً مکانیسم اجرایی و عملی قدرتمندی رو باید سازمان ملل و کشورهایی که در زمینه حقوق بشر خیلی فعالن بتونن اونجا سامان بدن
و کمیته های تخصصی که میتونه فراتر از موضوع توصیه‌ای، یعنی همین کمیته حقیقت‌یاب که یکی از فرایندهای فعالیت اجرایی سازمان ملل یا حقوق بشر محسوب میشه، شورای حقوق بشر، این رو بتونن یک مقدار فراتر تعریف کنن، یعنی جدا از این که کشف حقیقت هر چی باشه بتونن انعکاس بدن به شورای امنیت سازمان ملل، طبیعتاً شورای امنیت هم نباید خودش رو مقید به ارائه دستورالعمل‌های توصیه‌ای و یا محکومیت اون کشور بکنه. اینها مواردی هستش که من فکر می‌کنم میتونه مؤثر باشه و در حالت کنونی دولت چین از تمام ابزارها، حتی دیپلماسی پشت پرده در سازمان‌های حقوق بشری استفاده می‌کنه که جلوی انعکاس این اخبار گرفته بشه. من فکر می‌کنم که این ابزارها نتیجتاً جواب خواهد داد. خیلی متشکرم.